سلام عرض میکنم خدمت همه شما دنبال کنندگان عزیز، دوست داشتنی و گل گلاب کانال یوتیوب کلاب هاوس پارسی. امیدوارم حال همتون خوب باشه، سالم و سرحال و سلامت باشید. اتاقی رو کلاب مهر و ماه تشکیل داد با حضور بسیاری از کارشناسان. مثل همیشه در این اتاق آقای اللهیار کنگلو و محمد منظرپور هم حضور داشتند. آقای اللهیار کنگلو در پیوند با قانون اساسی و اولیه مشروطیت و همینطور اصلاح این قانون به دست رضا شاه کبیر نظراتی رو بیان کردند و یک سری دلایلی رو در تایید کار رضا شاه کبیر به کار بردند. آقای محمد منظرپور اول که اومد به اصطلاح و در ظاهر نقدی به حرفای آقای کنگلو داشت، اما با ادبیات بسیار زشت و زدن اتهاماتی که من تصور میکنم شاید تنها حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان چنین اتهاماتی رو به منتقدین خودش میزنه. پس از اون آقای کنگلو مجددا نقد صحبتهای محمد منظرپور رو این دفعه با حرارت بیشتری انجام داد و در کمال شگفتی و واقعا باور کردنی نبود که محمد منظرپور عنان اختیارش رو از کف داد و شروع کرد به فحاشی به استاد اللهیار کنگلو. فارغ از اینکه آقای کنگلو درست میگن و یا غلط تحلیل کردن، به کار بردن چنین الفاظی و چنین ادبیاتی، اون هم از ناحیه فردی که خودش رو یک ژورنالیست حرفه‌ای میدونه و در حال حاضر همینطور خودش رو یک فعال سیاسی برانداز مینامه، واقعا باور کردنی نیست و بسیار بسیار زننده و تهوع‌آوره. من البته چندین و چند بار این نوع برخورد زشت محمد منظرپور رو در پیوند با افراد منتقد دیگه دیده و شنیده بودم، اما این بار واقعا فکر میکنم به نقطه قله بیادبی خودش رسید و چنین ادبیاتی رو در مقابل آقای کنگلو به کار برد. از اونجایی که خیلی اهمیت داره برای اینکه هم بیشتر با این چهره آشنا بشیم و هم ببینیم که واقعا آقای کنگلو چه گفت و چه انتقادی کرد و دست روی چه نکته‌ای گذاشت که امثال محمد منظرپور اینطور برآشفتند و اینطور شروع به فحاشی کردند. صحبت‌های اللهیار کنگلو در پیوند با خاندان پهلوی و رضا شاه کبیر به من یک بار دیگه ثابت کرد که خاندان پهلوی، خاندان ایرانساز پهلوی، دشمنانی دارند که بعضی از اوقات حتی ظاهر امر رو هم نمیتونن رعایت بکنن و این چنین کف به دهان میارن و چشمان خودشون رو میبندن و دهانشون رو باز میکنن و هرچه که لایق خودشون هست به دیگران نسبت میدن. متاسفانه با هم دیگه بریم گوش بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. من در خدمتتون مجددا خواهم بود. به طور کلی اگه شما به تاریخ تمام کشورهایی که به دموکراسی رسیدن رو نگاه کنین، بیشتر کشورهایی که به دموکراسی تونستن گذار درست حسابی انجام بدن، گذاری که پایا باشه، اون قسمتی که از حکومت‌های مذهبی گذر کردن، اون گروه اول این موج دموکراسی خواهی در جهان توی قرن 18 و 19، اونا با وسیله نقلیه خاصی رو استفاده کردن. اون وسیله نقلیه که اون ایدئولوژی که اون تفکری، اون جهانبینی که قابلیت همگرایی ایجاد کردن داره، ناسیونالیزمه. شما شنیدین که میگن شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی، یعنی از پس مذهب هیچ چیزی به جز ناسیونالیزم بر نمیاد، برای که انسان ها به طور کلی به دو چیز وصلن، یا به آسمان وصلن که مذهب بشونه و به خاطر اون مذهب جان میدن بدون اینکه فکر بکنن، یا اینه که به واقعیت زندگی روزمره انسان ها وصلن، به زمین وصلن، به مشکلاتی که آدم ها باید توی زندگی روزمره باهاش دست و پنجه نرم بکنن تا بتونن
تا بتونن زندگی رو بگذرونن و یه اطلاعی برای یه گروهی از آدما توی یه گوشه از این جهان درست کنن. به این میگن ناسیونالیسم، به این میگن عشق به آب و خاک. ما در زمان پهلوی ها ناسیونالیسم ایرانی داشتیم، ولی از دل یک قدرت رو از دست یک قدرت مذهبی نگرفته بودیم. یعنی اون راه روش کلاسیکی که برای کشورهای مثل فرانسه اتفاق افتاد، برای آلمان اتفاق افتاد، برای انگلستان اتفاق افتاد، اونجوری نبود. ما مشروطه و رسیدن به پادشاهی پهلوی که در دوران اون به ملی گرایی و به ملت ما خدمت شد رو خیلی راحت به دست آوردیم. با یک کودتا به دست آوردیم، کودتای رضا شاه. ولی به همین خاطر هم قدرشو ندونستیم، برای اینکه همواره مذهب در کمین قدرت سیاسی باقی موند و متاسفانه در زمان هر دو پهلوی روشنفکران ما اون کاری رو که روشنفکران فرانسه و انگلستان و آلمان برای حکومت‌های ناسیونالیستی خودشون کردن، یعنی یه چتر امنیتی روشنفکرانه برای حکومت فراهم کردن، روشنفکران زمان پهلوی درست عکس این کارو کردن، درست عکس این کارو کردن. رفتن اروپا، به جای اینکه روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی جامعه ما رو یاد بگیرن و بیان درد ما رو حل کنن، رفتن مشکلات جامعه سرمایه‌داری اروپا رو یاد گرفتن و برای ما سوسیالیسم و جهان وطنی اسلامی علی شریعتی و جلال آل احمد و احمد فردید و احسان نراقی رو به ارمغان آوردن. یعنی در حقیقت اون رسالتی رو که نسبت به خاندان پهلوی داشتن نه تنها انجام ندادن، بلکه بهش خیانت کردن. بنابراین مسئول مستقیم تمام جنایاتی که توی جمهوری اسلامی انجام شد، از روز اولش به قول سعید، از روز اولش، از نه از سال 60 یا 61 یا 59 یا 58، بلکه از 24 بهمن 1357 که سرداران رشید ایران روی بام مدرسه علوی اعدام شدن، این جنایت جمهوری اسلامی به نام این روشنفکران خودفروخته‌ای که هرگز نفهمیدن رسالتشون چیه و هرگز نفهمیدن نیاز ایران چیه. من هیچ وقت نتونستم بفهمم اینا چه دشمنی با ناسیونالیسم دارن. ناسیونالیسمی که راه و روش عشق به خاک، عشق به مادر، عشق به پدر، عشق به خانه پدریه، عشق به سرزمین باستانی و آبا اجدادیه. چه مشکلی اینا با این داشتن؟ اینا مشکل نداشتن. ایدئولوژی جهان وطنی با ناسیونالیسم اشکال داره. هیچ ایدئولوژی مترقی با ناسیونالیسم مشکلی نداره دوستان. هر کس به شما اینو گفت، یا برای شعور شما احترام قائل نیست، یا برای شعور خودش. تنها ایدئولوژی جهان وطنی با ناسیونالیسم مخالفت دارن. همین الان هم یه ایدئولوژی جهان وطنی جدیدی در ظرف 30 سال گذشته بر جهان حاکم شد به نام گلوبالیزیشن. گلوبالیزیشنی که این بار فقط به خاطر منافع اقتصادی مرزها رو در هم ریخت، حتی مرز آمریکا با بقیه دنیا رو، نه فقط مرز کشورهای در حال توسعه رو. تمام این فوران ناسیونالیسمی که شما در اروپا و امریکا دیدین، دونالد ترامپ، نایجل فراج، سباستیان کونت، مرین لوپن، اینا تمام محصول برکلش و عکس العمل توده ها به یک ایدئولوژی جهان وطنی جدیدی به نام جهانی شدن، به نام گلوبالیزیشن. خوشبختانه ساعت مرگ گلوبالیزیشن جدید فرا رسیده و داره تمام کشورهایی که به خاطر منافع اقتصادی بهش پیوسته بودن با ضرر هنگفتی که خطر امنیتی امرشون داشت ازش کنار کشیدن. حالا ما تو ایران یه عده‌ای رو پیدا کردیم که دوباره میخوان چرخو از اول اختراع کنن. میگن بیاید با ما ائتلاف کنید. ما اصلا ناسیونالیستای ایران احتیاج ندارن با کسی ائتلاف کنن. هر کس که با آدمایی که به ناسیونالیسم، به وطن ایران، به ملیت ما، به آب و خاک ما، به منافع ملی ما تعلق خاطر نداره، اصلا احتیاجی برای ائتلاف با اونا نیست. برای که ملت ایران اینا رو دور ریختن. شما یه اسم از این کسانی که توی این سراسر دنیا کنفرانس برگزار میکنن رو روی دیوارای ایران دیدین بنویسن؟ یه نفر رو دیدین به خاطر اینا یه چک بخوره از حکومت؟ من نمیدونم چرا این نیاز به ائتلاف یک نیاز مصنوعی ساخته و پرداخته دست کسانیه که با داخل هیچ ارتباطی ندارن. ناسیونالیسم ایرانی جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهد کرد. شما اگه نگاه کنین در طرف 40 سال گذشته، همواره اون کسانی که ناسیونالیست‌ها دلشون می‌خواد باشون اعتراف کنن در حال واپسگرایی بودن
و ناسیونالیسم ایرانی در حال پیشرفت بوده، در حال ثابت شدن به ملت ایران هم داخل هم خارج، که تنها سلاح برنده بر علیه جمهوری اسلامی وطن پرستی ملی گرایی ایرانیه. هر کسی در هر رده ای از اپوزیسیون که به ناسیونالیسم پشت بکنه حرفه سیاسی خودشو به پایان رسونده، یعنی حداقل در رابطه با سرنگون کردن جمهوری اسلامی اگر دلش میخواد یا احساس رسالت میکنه که رسالتی داره و قابلیتی داره و میتونه یه گوشه کار رو بگیره، اگه با ناسیونالیسم ایرانی مخالفت میکنه واقعا خودش رو یواش 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 به حاشیه این متن مبارزاتی میرونه. برابری من در رابطه با اتاق شما کلمه ائتلاف رو اصلا من ضرورتی براش نمیبینم، ائتلافی وجود نداره. همونطوری دارید میبینید نیروهای غیر ناسیونالیستی دارن مثل برگ خزان از این طرف و اون طرف میریزن، همگرایی داره در میان نیروهای ناسیونالیستی به شدت داره افزایش پیدا میکنه. مردم ایران حرف آخر زدن، هیچ ایدئولوژی رو نخواهند ترسید و هیچ ایدئولوژی رو نخواهند پیروی کرد مگر کسانی که عاشق ایران هست، عاشق خاک ایران هست، عاشق تمامیت ارضی ایران هستن و وسیله ای رو دارن، راه حلهای جدیدی رو دارن که بر ابتدا تمامیت ارضی ایران، دوم جدایی دین از سیاست برای ابد تو ایران رو نهادینه بکنن و سوم تصمیم بگیرن که کدومی که از نیروهای سیاسی به ناسیونالیسم ایرانی بیشتر خدمت میکنند، طرفداران پهلوی ها و پادشاهی خواهان یا جمهوری خواه ها و جدایی طلب ها و فدرالیست ها و ضد مرکزگیرها. تقریبا 100% حرفی که آقای کنگرلو زده اشتباه محض. انقلاب مشروطه با کودتای رضاخان تحقق نیافت. آقای دکتر کنگرلو، انقلاب مشروطه قبل از کودتای رضاخان اتفاق افتاد و رضاخان مشروطه رو تعلیق کرد. چه بیانیه شما دارید؟ واقعا ما تاریخو واقعا من تعجب میکنم اینطور که شما روشنفکران عصر مشروطه و حتی روشنفکران عصر رضاشاهی و محمد رضاشاهی رو داریم میکوبید، همون اصطلاحیه که جمهوری اسلامی استفاده میکنه به عنوان روشنفکران غرب زده. شما دارید میگید روشنفکران ما غرب زده بودن و این واقعا نهایت بیمهریه به یک جریانی که یک ملتی رو خلق کرده. همین جوانایی که الان تو خیابون هستن محصول بنده و جنابالی نیستن، محصول ملکم خانها و تمام روشنفکران عصر مشروطه و بعد از اون هستن، تمام اندیشه های مترقی هم اینطوره. شما میفرمایید ناسیونالیسم که بهش فراون نمی کنه. Nationalism is frowned upon in every free nation. در تمام جهان کسی که خودشو ناسیونالیست توصیف میکنه اصولا به عنوان یک فرد در واقع رادیکال شناخته میشه. تمایزی هست بین ناسیونالیسم کشورهای در حال توسعه زیر یوغ استعمار مثل ایران و ناسیونالیست در غرب. این گلوبالایزیشن نتیجه جنگ جهانی دوم بوده و نتیجه جنگ سرد بوده. به واسطه گلوبالایزیشنه که جنگی در اروپا رخ نداده و اتحاد جماهیر شوروی شکست خورده. به واسطه گلوبالایزیشن اتحاد جماهیر شوروی شکست خورد. اگر الان جهان غرب بره به سمت ناسیونالیسم، ما میریم به سمت جنگ جهانی سوم. ناسیونالیسم احتیاج به فضای حیاتی داره. آقای دکتر، من واقعا دارم فکر میکنم شما خارج از حوزه فیزیک نباید اظهار نظر بکنی، خیلی خلط تاریخی میکنی، اصلا به نفع وحشتناکی و اصلا منصفانه نیست. واقعا رعشه میفته به تن انسان. من نمیدونم واقعا این چه جهان بینیه، چه بینشیه. غرب عالیه درجه یک، ولی اونایی که غربگرا بودن اونا به ملت ایران خیانت کردن. نمیدونم ناسیونالیسم چیز خوبیه. اصلا اون ناسیونالیسمی که تو مشرق زمین بود که شما باش دشمنید، با ناسیونالیسم مصدقی دشمنید.
اون وقت میگید که اینجوری، من نمیدونم واقعا اصلا اینا مانعت و جمعه، نمیشه در یک ظرف گنجوند دیدگاه ها رو. ببخشید عذرخواهی میکنم، من تمام میکنم. آقای منظرپور دچار یک توهم کبیری هستند. آقای منظرپور اینو نمیفهمه که قانون مشروطه، قانون اساسی مشروطه یک سری مفادی داره که جز مرتجع ترین مفاد قرن 19 و 20 مشروطه ای که قرار بود، قرار نبود که قدرت پادشاه رو مشروط بکنه، قرار بود قدرت مذهب رو مشروط بکنه. جناب منظرپور، اون کسی که قدرت مذهب رو مشروط کرد و برای اون خطوط، برای اون مفاد ارتجاعی قانون اساسی مشروط خط کشید، رضا شاه کبیر بود که از شما درک بسیار بهتری در مورد مشروطه، ناسیونالیسم و راه و روش رسیدن به دموکراسی داشت. شما میگید که من روشنفکران غربگرا رو دارم انتقاد ازشون میکنم، به خاطر غربگراییشون من انتقاد نمیکنم. شما گوش نمیکنی جناب منظرپور، شما گوش نمیکنی. حرفایی که تو سر شما داره میگرده جلوی گوش شما رو گرفته. من به شما میگم روشنفکری که رفت تو فرانسه به دنبال حل مشکلات فرانسه افتاد، تخصص حل کردن مشکلات سرمایه‌داری قرن 20 فرانسه و اروپا رو یاد گرفت، اومد اونا رو تو ایران پیاده کنه. سوسیالیسم چه ارتباطی به ایران داره که هنوز راه رشد سرمایه‌داری که قابلیت تولید سرمایه‌داری حداکثر تولید ثروت حداکثر رو داره نکنه؟ شما باید برگردی بری مدرسه دوباره جناب منظرپور. به من میگی باید برم فیزیک بخونم؟ من فیزیک هم به اندازه کافی خوندم. و از شمایی که روزنامه نگاری، از شمایی که درباره غرب اظهار نظر میکنی در ملای عام، همه کتابای فلسفه و پولیتیکال ساینس رو هم بیشتر خوندم. به منطق حرف من برخورد بکن. به درجه دکترای من چیکار داری؟ به قول سعدی چون دلیلش نیامد اصل وقاحت در میدان بلاغت جهانید. شما با وقاحت میخوای به مسئله سیاسی برخورد کنی به جای اینکه به کنه و جوهر مسئله برخورد کنی؟ جناب منظرپور، فکر میکنی سلیطه‌گری سیاسی میتونه کار پیش ببره در این لحظه از زندگی؟ آقای دکتر از این واژگان استفاده نکن، من محترمانه باشم صحبت کردم. که شما استفاده کردی 100 درجه از واژه‌ای که من استفاده کردم اصلا اینطور نبود. من تحصیلات شما رو زیر سوال نبردم، گفتم حوزه تخصصیتون فلسفه است، حوزه تخصصیتون فیزیکه. شما چرا از این واژه استفاده کردید؟ آقای کنگلی کمی آرامش. آقای منظرپور خواهش میکنم از شما افت کلام رعایت بکنید. آقای کنگلو با آرامش با تحلیل درست جواب بدید. من هیچ واژه بی ادبی در رابطه با شما استفاده نکردم. بدترین بی ادبی ها رو کردی. آقای منظرپور خواهش میکنم از شما، خواهش میکنم. بی ادبی نکردم. آقای منظرپور، آقای کنگلو با آرامش. من بی ادبی نکردم. چون دلیلت نیامد اصل وقاحت در میدان بلاغت جهانی دید. وقاحت وجود نازنین توه. آقای منظر خواهش میکنم. آقای حرف به دهن تو بفهم. آقای منظر پور، آقای منظر پور، آقای منظر پور خواهش میکنم. دوستان آقای میکنم. آقای کنگل، ممنونم دوستان، اتاق رو پایان میبریم. خب دوستان خودتون دیدید و شنیدید، تصور میکنم احتیاج به توضیحات اضافی از ناحیه بنده نباشه. ادبیاتی که محمد منظرپور به کار برد با هیچ ترازویی و هیچ مالی فکر نمیکنم که قابل توجیه باشه. و همونطوری که عرض کردم، مهم اینه که از بین خطوط همین فحاشی ها و توهین ها متوجه بشیم که چه افرادی و به چه دلیل چنین صحبت هایی می کنند و چرا در مقابل برحال انتقاداتی که نسبت به حرف های آقای استاد کنگلو داشت چنین ادبیاتی رو به کار برد. و از همه مهمتر باید دید که آقای کنگلو چه گفته بود که آقای منظرپور اینطور اختیار رو از دست داد و به چنین سیاه چالی از نظر من خودش رو انداخت. پس از اینکه این صحبت ها رو انجام داد و چی بگم، این توهین ها رو انجام داد آقای منظرپور، در پایان اتاق مجدداً نقش چی عرض بکنم، نقش میانجی رو بازی کرد مدیر اتاق و سعی کرد که این دو نفر رو با هم آشتی بده. آقای کنگلو صحبت های بسیار جالبی کردن و توضیحات اضافه‌ای نسبت به تحلیل اولیه‌شون دادن. آقای منظرپور هم اومد و
مثل همیشه اظهار پشیمانی کرد و یه معذرت خواهی خشک و خالی هم انجام داد و سعی کرد که توضیحات دیگری بده. من فقط همون معذرت خواهیش رو آوردم از این جهت که نمیخواستم که متهم بشیم که ما سانسور کردیم و فقط فحاشی های ایشون رو آوردیم، اما اون توضیحات ایشون دیگه نخواستم وقتتون رو با این توضیحات و خزعبلات بگیرم و تنها معذرت خواهی آقای منظرپور رو آوردم، چون واقعا ارزش نداشت که بخواد وقت شما بیش از این گرفته بشه. بریم با هم ببینیم توضیحات آیه کنگلو چه بوده و همینطور عذرخواهی محمد منظرپور رو هم بشنویم. در پایان برنامه من خدمت میرسم. بله، من داشتم درباره یه موضوعی صحبت میکردم که فکر میکنم موضوع سختیه. اینو باید بپذیریم که موضوع سختیه. جناب منظرپور گفتن که قانون اساسی مشروطه مبنای معطوف به قانون کردن قدرت بود، ولی یکی از بزرگترین صدماتی که به ملت ما خورده شد در قانون اساسی مشروطه اینی که قانون اساسی، در حقیقت واقعا کسانی که میخوان قانون اساسی مشروطه رو به مورد اجرا در بیارن، به اجرا در آوردن قانون اساسی مشروطه میشه جمهوری اسلامی، برای که تمام قوانین مصوبه مجلس ها باید به تایید مراجع مذهبی برسه. به تایید مراجع مذهبی رسیدن قوانین قانون اساسی که منتخبین مردم وضعش کردن، یعنی حکومت مردم هیچی نیست، تصمیم نهایی رو مرجعیت میگیره. این قانونی که نمیشه بهش اتکا کرد، که این قانون که قدرت واقعا شما مثلا فکر کنید که در زمان قاجاریه قدرتی در درون دربار بود؟ در زمان قاجاریه آیا دولت مرکزی اصلا قدرت داشت؟ اگه قدرت داشت که 15 تا ایالت شمالی ما رو از دست نمیدادن که. برابر این قدرتی که واقعا باید معطوف به قانون میشد نه تنها نشد، بلکه قدرتش به وسیله قانون اساسی مشروطه قانونی شد. و کسی که اومد واقعا مرجعیت رو و مذهب رو که وظیفه قانون اساسی واقعی ما می بود رو اومد معطوف به قانونش کرد، رضا شاه کبیر بود که دست حاکمین مذهبی رو، دست طرفداران مذهب رو و دست مرجعیت رو از جان مردم ایران کوتاه کرد و تمام اون روابط اجتماعی رو که تمام اون قوانینی رو، تمام اون اصولی رو که مرجعیت بهش تعلق خاطر داشت و به خاطر اونها حق وتو طلب میکرد، همه اونها رو شاید بتونیم بگیم برخلاف قانون اساسی، قانون اساسی مشروطه، همه اونها رو جاری و ساری کرد. یعنی در حقیقت انقلاب قانون اساسی رو رضا شاه انجام داد. منتها این خیلی سخت دادم بتونه اینو باور کنه که کسی که متاسفانه تمام سیاسیون ما به نام کودتاچی معرفیش کردن، هنوز زبونشون بر نمیگرده بهش بگن رضا شاه، من دارم به طور کلی چپ ایران رو میگم، کسی که بر علیه خاندانش تمام روشنفکران ما، همون روشنفکرانی که جناب منظرپور به اونا اینقدر استناد میکنن، روشنفکران غربی ما اومدن در حقیقت ضدیت با خاندان پهلوی رو که در حقیقت ضدیت با ناسیونالیسم و ملی‌گرایی ایران بود برای خودشون کردن هدف اصلی. به خاطر همین من یک تایید خاصی دارم روی اینی که ما دوباره اجازه ندیم که اون هدف اصلیمون که تمامیت ارضیمونه، اعتلاء ایرانه و بزرگی کشور اون هست، دوباره این بار یه قانون اساسی دیگه ای رو شبیه قانون اساسی مشروطه به ما بخورونن به نام ائتلاف‌های بزرگ، به نام نمیدونم به گروه‌های مختلف مجال سخن گفتن، به نام نمیدونم به فدرالیسم و عدم تمرکزگرایی
اهمیت دادن به خاطر اینکه خواسته ادعی هست. من تو همین اتاق از جناب فکر میکنم موسوی بود که گفتن که چون که فلانی مهتدی مثلا یه روزگاری بر علیه دولت مرکزی میجنگیده، یه روزگاری استقلال طلب بوده، خود مختاری میخواسته، نباید ما اونا رو از خودمون برونیم. گوش میکنین به این حرفا؟ گوش میکنین صدای تجزیه به چه شکل خیرخواهانه میتونه به گوش ما برسه؟ کسی که یک بار در اون موقعی که دلیل این که آقای مهتدی و حزبشون، حزب کومله و دموکرات، در زمانی که یه خورده دولت مرکزی شلو بل شد، یعنی سالهای اول انقلاب بین 57 و به طور کلی سال بعد از جنگ، حرف از استقلال و نمیدونم همه اون چیزایی که حرف میزدن زدن، به خاطر این بود که اون موقع فکر میکردن وقتشه، تنور داغه، باید نورو بچسبونن. الان که یه خورده توندان کردن، به خاطر اینه که احساس میکنن وقتش نیست. بنابراین با کسانی که هدف اصلیشون تجزیه و خودمختاری و به تمامیت ارضی کشور تعلق خاطری ندارن، با قول حافظ، با کافران چه کارت گر بت نمیپرستی؟ حتی به نام ائتلاف، حتی به نام خود از خودگذشتگی، حتی به نام خضوع و خشوع، به هر نامی ما کسانی رو که میدونیم توی قلبشون یه چیز دیگه است. و از اون مهمتر اینه که من فکر کنم این آدم ها میان مردم ایران طرفداران میلیونی ندارن، حتی میان مردم کردستان ندارن. بنابراین من فکر کنم که اگر ما مسئله اصلی در رابطه با جمهوری اسلامی نجات ایرانه، دموکراسی هم نیست. دموکراسی پروسه ای که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی باید ابزارهاشو ساخت، ولی در راه سرنگونی جمهوری اسلامی من فکر نمی کنم اینا مؤتلفین ما باشن. ائتلاف کردن با گروه هایی که به محض اینی که هوا مناسب میشه حرف از جدایی خواهی میزنن، واقعا سر خودمون کلا گذاشتن. من معتقدم که اگه میخوایم این کارو بکنیم، یعنی اگه واقعا میخوایم ایران نجات بدیم، باید به همون کاری که رضا شاه کرد، یعنی نگاه کنیم ببینیم کدوم یکی از این قوانینیه که به ملت ما، حتی اگر به دست ایرانی، حتی اگر به دست روشنفکر ایرانی نوشته شده باشه، کدوم یکی از این قوانین برای اون سه اصلی که شاهزاده گفت، تمامیت ارضی، جدایی دین از سیاست و اعلامیه جهانی حقوق بشر، کدوم یکی از این کارهایی که ما داریم میکنیم به اینا خدمت میکنه؟ اگر هر چیز دیگه، هر نوع ملاحظه دیگه، الان وقتش نیست. الان وقته همگرایی حول برنامه حداقلیه. برنامه حداقلی رو شاهزاده تو اون مصاحبه با تینا قاضی‌زاده گفت، خیلی ساده است. حول این برنامه هر کی اومد، بعد ما بشینیم توی اتاقای دربسته با یه عده اره بدیم و تیشه بگیریم که میخوان تمامیت ارضی رو تبدیل بکنن به یک پارچگی سرزمینی. چرا؟ یکیش عربیه، یکیش فارسی. چرا؟ برای اینکه تمامیت ارضی در تاریخ سیاست ایران، مخصوصا برگردیم ببینیم به زمان قاجاریه، ادبیاتی هست که استفاده میشد و در گوش بعضیا این تمامیت ارضی یعنی خدشه دار نشدن مرزهای بین‌المللی ما. ولی این یک پارچگی سرزمینی که اینا اختراعش کردن، به اینا یک کلاه شرعی به اینا میده که بتونن نیات جدایی خواهانه و تجدید طلبانه خودشون زیر این کلمات پنهان کنن. من خیلی خوشحالم که این گروه منشور به هم خورد. من معتقدم که شاهزاده به تنهایی میتونه این بار رو به سرمنزل مقصود برسونه و همینطوری هم که دیدیم هر چی ائتلاف بکنه، ائتلاف به هم میریزه، برای اینکه کسانی که وارد این ائتلاف شدن از همین به اون سه تا اصل حداقلی اعتقاد نداشتن. خیلی متشکرم. بله، من ابتدا لازمه که از آقای دکتر کنگرلو عذرخواهی بکنم صمیمانه بابت اینکه عصبانی شدم و از دایره ادب خارج شدم. از این بابت امیدوارم که بنده رو ببخشن. اکانت حشاشین هم دیدم که تصویری از رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه فقید منتشر کرده و توییتی رو نوشته در ذیل این تصویر که برای پایان این قسمت براتون میخونم. نوشته که آرامگاه تو در جاده چالوس و حراز است.
آرامگاهت روی ریل‌های راه آهن و زیر پل ورسک است. آرامگاهت در خیابان پهلوی یا ولی عصر است. کنار پل‌های اهواز، توی کلاس‌های دانشگاه تهران و تبریز، هر کجا که ایرانیان پا می‌گذارند و نشانی از تو می‌بینند و می‌گویند رضا شاه روحت شاد. خب دوستان خسته نباشید، به پایان این محتوا رسیدیم. امیدوارم که مورد رضایتتون واقع شده باشه. ما سعی میکنیم که محتواهای کوتاه رو در کانال دوم زین پس آپلود بکنیم و خدمتون تقدیم بکنیم. البته خب کار خیلی زیاده، من واقعا اگر وقت بکنم حتما کانال دوم رو بیشتر سعی میکنم که با محتواهای کوتاه در خدمتتون باشم. دم همتون گرم، لطف کنید که لایک کنید، با لایک کردنتون از کانال خودتون حمایت بکنید. اون دست از دوستانم که میخوان به کانال کمک مالی بکنن، با فشردن گزینه تنکس میتونن این کار رو انجام بدن. مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون، بدرود.